خب این از این و این من فکر می‌کنم دکتر تهرانی عزیز چقدر خوشحال بشه از اروپا. ایشون بودن که یادتون باشه چندی پیش فیلمی درست کرده بودن در یوتیوب، یکی برای شاهزاده رضا پهلوی فرستاده بودن، یکی برای آقای رجوی مجاهدین خلق فرستاده بودن، یکی شبیهش رو برای آقای دکتر سازگارا فرستاده بودن، که الان موقع این است که ما همه دست به دست هم بدیم و همه با هم باشیم، با هر فکر و ایدئولوژیکی هستیم. در آینده ای ایران مسلما مردم ایران ساختار عدالت ایران و قضایی ایران بررسی خواهد کرد آنچه که گذشته در 30 سال گذشته، و به نظر من و شما، ما که انسان‌هایی که فعلا اینجا هستیم، با وجودی که به عقاید یکدیگر باید احترام بذاریم و ممکنه بسیارمون از بعضی گروه‌ها و سازمان‌ها و افراد خوشمون نیاد به هر دلیلی، به نظر من جای این رو ما نداریم که بنشینیم قضاوت بکنیم و احیاناً بگیم که چه شخصی و چه گروهی اینها نمیتونن بیان. تا وقتی که یک هدف و 5 اصلی رو که همه با هم قرار گذاشتیم، هر کسی با اون موافق باشه، دور هم جمع بشیم، با هم بریم جلو. خب در اینجا اجازه بدید که منصور جان شما یه ویدیو پخش کنید. من اینجا پیامی دارم از بهرام آبتین عزیز، چون در نیویورک قرار بود برن روز سازمان ملل، ببینم که احیانا چی بوده. شما یه ویدیو پخش بکنید و بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق، دنیا پشت ماست، طاقت بیاد رفیق، ما هر دو بی‌کسیم، طاقت بیاد رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همیم، طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی‌کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
خب هموطنان عزیز، با درود مجدد. من پیام بهرام آبتین عزیز رو گوش دادم. ایشون پیامی خبری داشتن در رابطه با جریاناتی که امروز در نیویورک بود. خبر دارید که ایشون و سازمانشون بیانیه رو داشتن که داشتن می‌بردن به سازمان ملل. من باشون الان از طریق اسکایپ تماس گرفتم، گفتم بهرام جان میخوای تو برنامه 2 دقیقه راجع به این صحبت بکنی؟ گفت بذار برم آره پیرانم لباسمو ترم کنم اینا، و همین الان سریع نشسته پشت میز داره دوگمای نشون نده، هنوز که داره دوگمای پیرانش هم میبنده. این رو میگن نهاد مردمی. هموطن عزیز ببینید، اگه ما سازمان بودجه‌مون رو درست بکنیم و در تمام دنیا اشخاصی باشن مانند بهرام آبتین، مانند این همه شما که هستید 24 ساعت در روز، آمریکا میخوابه اروپا بیدار میشه، اروپا میخوابه نم استرالیا، استرالیا ایران، 24 ساعت در روز میز خدمات، میز سوال و جواب دادن، اعتراضات و اعتصابات در زمان زمان، گروه مترجمین، نامنگاری، سازمان ملل، نافرمانی های مدنی، لابیگری در سازمان های مختلف، این همه سازمان و دسته، یعنی جایی رو، فضایی رو درست کردید که لیمیت نداره، یعنی سقف نداره، فقط میتونید آرزو بکنید، خیال بکنید، برنامه ریزی بکنید و بریم جلو. اجازه بدید که من با بهرام جان، آماده هستی 2-3 دقیقه صحبت بکنیم؟ ما اصلا کل برنامه رو عوض کردیم که شما بتونید راجع به این مسئله صحبت بکنید. هر موقع آماده هستی بگو. من اوکی. هموطنان عزیز، آقای بهرام آبتین عزیز در رابطه با اتفاقات امروز جلوی سازمان ملل. بهرام جان درود بر شما، تبریک به رسیدن به مرز 100 نفر در نهاد مردمی، قرار گرفتن سازمان شما در کنار جنبش آذربایجان، جنبش ایران فردا، و بفرمایید در رابطه با کاری که دوستانتون امروز در نیویورک کردن توضیح بدید. بله تشکر میکنم ایمان خان گرامی. من درود میفرستم بر شما، بر تمام همرزمان عزیز در نهاد مردمی، تمام مبارزان راه آزادی میهنمون. من یک خبر بسیار مسررانه رو الان دوست دارم برای نخستین بار به میهنم، به صلاح رهایی دهندگان میهنم عنوان کنم، و اونم اینه، پیرو همون حرکتی رو که قبلا با هم صحبت کرده بودیم، ما نامه‌ای رو به نمایندگی از ملت ایران امروز به سازمان ملل بردیم. در مقابل سازمان ملل برخی از هممیهنان حضور به هم رسوندن و فیلم و عکس و برنامه‌هاش هم آماده است که این موردی رو که خدمتتون عرض می‌کنم مال یک ساعت پیش بوده. من گفتم که برای شما ایمیل کنم بعد به تصویر بکشیم. همونطوری که پیشتر هم گفته بودیم جناب فروتن، عزیزان همرز، ما نباید منتظر کسی باشیم. ملت ایران در این بوبوه نیازمند افراد و مبارزینی هست که صدای اونها رو به جهانیان برسونه. من در برنامه به اصطلاح به خود تلویزیون پارس هم این رو عنوان کردم و گلیمندیم رو به تمام همرزمان، به تمام هممیهنانی که دستی در کار دارن و توانی رو دارن و میتونن بیان حمایت بکنن از ملت ایران و عملا این کار رو نمی کنن، این گله رو حقیقتا کردم. و به طب بنا به برجد انتظاراتی که از شاهزاده محترم میشه، این گله رو هم به ایشون کردم، امیدوارم به گوش ایشون برسه. همونطوری که من قبلا هم خدمت شما هم عرض کرده بودم، ما با خود دفتر شاهزاده هم تماس گرفتیم، با آقای اویسی چندین بار، حدودا 3 بار من تلفنن با ایشون تماس داشتم، خود ایشون تماس گرفت، ولی خب خوشبختانه، حالا نمیدونم یا بگم شوربختانه، هیچ گونه حمایتی از این اندیشه ها نشد. به هر روی ما به نمایندگی از جنبش ایرانبانان پارس لور بختیاری، به نمایندگی از دوستان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، به نمایندگی عزیزان آذربایجانیمون و تمام همرزمانی که در نهاد مردمی هستند، خودمون آستین بالا زدیم، این حرکت بزرگ رو انجام دادیم و همونطوری که خدمتتون عرض کردم نامه‌ای رو به آقای بانکیمون تحویل دادیم، به دفتر ایشون، و منتظر هستیم که بازتاب این نامه به هر جهت در جراید به صلاح عمومی جهان پخش بشه. درخواست ما ایمان خان این بود
ما از سازمان ملل خواستیم یک سامانه، یک سایت رو به ما معرفی کنه و ملت ایران آزادانه خودشون بیان نظرشون رو در راستای مشروعیت یا عدم مشروعیت این نظام عنوان کنن، با توجه به اینکه مسائل به اصطلاح فیلترینگ بسیار وسیع رو ما در کشور داریم. خب اگر به تبع سازمان ملل و جوامع حالا به هر جهت ذی‌صلاح بخوان این فیلترینگ رو میتونن از بین ببرن و میتونن نظر خود ملت ایران رو در این راستا داشته باشن. من به اصطلاح بیش از هر چیز سپاسگزارم از دوستانی که در نهاد هستن، از بانوی گرامی، خانم زن که اونجا بودن همکاری کردن و حتما فیلم و برنامه‌هاش خدمت شما خواهد رسید و به سمع و نظر همه هممیهنان به هر جهت این موضوع خواهد رسید. آبتین عزیز بسیار بسیار متشکرم که به این سرعت آماده شدی جلوی دوربین خبر خودت بدید. از طرف عزیزانی که در سازمان شما این همکاری کردن متشکرم ازت و مسلما در هفته آینده در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. بازم ازت تشکر میکنم. پاینده باشین. سپاسگزارم. بدرود. خدا نگهدار. بنابراین هموطنان عزیز توجه بفرمایید که یکی از سازمان‌هایی که پشتیبانی کردند از نهاد مردمی، سازمان بختیاری پارس و لور که آقای بهرام آبتین از مسئولینان هستند و ظاهرا فرمودن مثل اینکه به نمایندگی همچنین از سازمان از جنبش آذربایجان، اگه من درست شنیده باشم، رفتند و کاری رو که فکر می‌کردند درست هست با استقلال سازمانی انجام دادند و این کار تا چون که در چهارچوب یک هدف و پنج اصل نهاد مردمی بود، نهاد مردمی هم با وجودی که ما رئیس و مرؤوس نداریم، مینیمم کاری که فعلا تونستیم انجام بدیم که این زمان رو به اعضای تلویزیونی تقدیم آقای آبتین کردن، با وجودی که خودشون برنامه‌های تلویزیونی مستقل دارن این رو بگن. این به این دلیل نیست که احیاناً نهاد مردمی به عنوان یک سازمان موضع مثبت یا منفی گرفته باشد در رابطه با این مسئله. اجازه بدید من بیلوکس هم باز بکنم. بلکه سازمان‌های مختلف میتونن کارهای خودشون رو انجام بدن و در بسیاری از مواقع احتمالاً در برنامه‌های آینده‌ای که در مجمع و یا قسمت ساختار اجرایی نهاد مردمی باشه، خب این سایت بیلوکس مثل اینکه به کلی بسته شده یا اشکال داشت. خیلی خوب، میتونن که با هم همکاری بکنن. اجازه بدید که ما نیم ساعت از فرصتمون گذشت، من شروع میکنم اون قسمت آیین‌نامه مقدمات پیشنهادی نهاد مردمی رو. هموطن عزیز یک لحظه اجازه بدید من ببینم که چرا سایت بیلوکس باز نمیشه، برای اینکه بسیاری از عزیزان اونجا منتظر ما هستن، از داخل کشور تصویر رو فقط به اون صورت میگیرن. اجازه بدید من یک بار دیگه هم سعی بکنم که به اونجا برم و ببینیم میتونیم با عزیزانمون باشیم یا خیر. نه. بسیار خوب. پس ببینم که این بار میشه رفت اون اتاق یا خیر. خب عزیزانی که در اتاق بیلوکس هستن، متاسفانه آیدی من رو الان میگه که not authorized to enter a room، اشکالی پیش اومده. پس خواهش میکنم که صدای این برنامه رو در اتاق بیلوکس پخش بکنید. و دیگه هم اگه دعوت نکنید، برای اینکه وقت برنامه تلف میشه تا در زمان ویدیو. نه نمیتونه توی اتاق بره.